میتونید حرفتون رو بزنید. شما من شما چند سوال کردم، شما آیا در سخنان آقای خامنه ای و در کارکرد ایشان برای بازسازی حرم ائمه بقیع علیهم الصلاه و السلام خدمتی بس. کوششی، جهدی، اجتهادی سراغ دارید؟ یا مردم چچنیا یا شیعیان افغانستان یا شیعیان پاراچنار یا شیعیان کویت؟ بفرمایید جواب بدید. بگم الان قطع میکنین انشاءالله. آقای الهیری سوال و جواب چیز دیگر نه. بله بله، در مورد افغانستان فرمودین. ببینید ایران تنها کشوری بود که المپیک رو به خاطر حمله روسیه به افغانستان تحریم کرد. خب یعنی چون نه سابقه داشت نه اینکه شما زندگی میکنم چه اتفاقی افتاده، نه جاهای تراز ایران که اتفاقی شماست. در سال 1980 المپیک ماسکو اغلب کشورهای غرب المپیک ماسکو را تحریم کردن، از جمله امریکا، از جمله انگلیس، از جمله آلمان، از جمله ژاپن، خیلی اغلب کشورهای غربی به خاطر داری. شما میگی تنها کشور، شما تاریخ را بخوان، شما خبر نداری. امریکا شما تحریم کردن، شما میگی ایران تنها کشوریه تحریم کرد. من میگم از برای شیعان افغانستان چیکار کردید؟ طالبان اونا را کشتار میکرد. میگه ما تحریم کردیم المپیک شوروی را. المپیک شوروی سال 1980 بود. گل برادر کجایی تو؟ بله. تازه ایران تنها کشور نبود، ایران یکی از خیلی کشورهای زیاد جهان بود که او را تحریم کرد المپیک 19. ما یه سرچ تو اینترنت مشخص میشه حرف شما، حالا این زیاد مسئله ما خودش بحث. خب شما سرچ کردی این مسئله را همه میدانند. سال 1980 بله اونجا در امریکا هم تحریم کرد. بعد سال 1984 که المپیک لس آنجلس شد، بلوک شرق اون زمان که بزرگ بودن اونا المپیک 84 را تحریم کردن. قضیه معروفه، شما خبر نداری جان من. بله. خب من حالا توی این زمینه شما حتما تحقیق میکنم، نتیجه شما اعلام میکنم. در زمینه دیگه میخواستم بگم شما این مبحثتون که در مورد آمریکا، ما یک کلمات آمریکا حرف میزنید، شما میگم مثلا مدام در کشور شما تو هست، شما سوال کردید در مورد چچنیا بقی آمریکا رو ول کن صحبت خوش کنین در مورد نه آخه ببین من بگم الان قطع کنین. ببین در مورد اولیش میگه یگانه کاری کرده المپیک رو تحریم کرده آقای خامنه ای، اون زمان رئیس جمهور هیچ کارم نبود اون زمان سال 1980. ببینید ما داریم بحث انقلاب ایران میکنیم، به شخصش من کاری ندارم که ما شما به انقلاب ایران انتقاد دارید. ما رهبر شما کار دارم، دارم. چرا رهبر شما را کار دارم؟ خب رهبر ما قبلا رهبر ما بود، اینم رهبر ماست، فرقی نمیکنه. بفرما حالا سوالاتی که من سه سوال شما کردم اونها رو جواب بده. بله قبرستان سوالات شما من جواب ندید تو سوریه کاملا، یعنی که چون کفه اصلا یه جوری حالا بالا من میگذرم از اون مشکلی. من سوال اساسا شما سه سوال من رو جواب بدید، بعد بگید که من موقف من اشتباهه، موقف صریح صحیح من چی باید باشه، اونا بعدا جواب بدید، اشکال نداره. شما اول سه سوال جواب بده. ببینید در مورد بقی، شما خودتون میدونید که اونجا دوست کشوری که شما توش زندگی میکنید، یعنی اون بقی دسته، یعنی اگه بخواید که قدمی برده اون امریکا است که نه چه قدم برده نمیداره با که چقدر دوستش دارید شما، یعنی همین چیز قدمی برده تو با بقی برده نمیداره، چون آقای فهد دوست صمیمیه و جمهوری کشور شما که اونجا هستید. خب یعنی در اصل شما دارید یه معادله دو مجهول. ببینید خب قطعا ایران نمیتونه کاری انجام بده، مثلا که چی ما یه کلمه اون برایت از مشرکین جستیم این همه شهید زهرای ما شد شهیده. آقای خامنه ای شما میفرمایید هیچ کاری نکرده برای بقی، چون دولت عربستان سعودی رفیق امریکاست، بخیر این خاطر 100 درصد همه شک در اونجا. دولت اسرائیل هم که رفیق امریکا هست، تازه رفاقت امریکا با اسرائیل خیلی بیشتره، اما اونجا در لبنان در فلسطین اونجا خیلی انگولک میکنه. چی انگولک؟ چی کی انگولک میکنه؟ آقای خامنه ای اگر شما بگید انگولک نکنه که ببینید کفار، اگر لبنان اونجا فلسطین اونجا میتونه به لحاظ امریکا لحاظش نداره اونجا دخالت میکنه، خب اینجا نمیتونه یک وزیر خارجه را بفرسته یک روز تظاهرات بکنه؟ آقای خامنه ای کجا بفرسته اجازه بدید حالا من به شما میگم، مس در عربستان بفرسته، هیئت بفرسته، علما را بفرسته. ولی آمریکا نمیذاره رابطه برقرار بشه، یکی مثل شما نمیذاره، میگه که چی؟ میگه آقا تفرقه بنداز، حکومت کن تفرقه بنداز، چی که کار کن اسلامو اسلام بنداز. برادر بزرگوار من، لازم نیست که هر کار با جنگ بشود. من از شما من نگفتم آقای خامنه‌ای چرا اعلان جنگ نکرده بر علیه عربستان سعودی، من گفتم چی کار کرده. همون کوچکترین قدمی که آقای خامنه‌ای برداشته، مثلا کنفرانس گذاشته یک روز را، مثلا روز عالم روز جهانی قدس گذاشته، یک روز روز جهانی بقی گذاشته، یک بیانیه صادر کرده، یک روزی مثلا وزیر خارجه ایران را گفته که تو حتما برو عربستان سعودی با اونا صحبت بکن که اینجا قبور ائمه ما علیهم السلام خرابه، اونجا با زائرین ما توهین می شود، اینها جلوگیری می شود. شما یک کارش را به من ذکر کنید بفرمایید.
ببینید ما یک من نمیگم که اینا باید با امریکا بجنگه، من میدونم قدرت جنگیدن با امریکا را نداره، نخواستم بجنگه. نه این اشتباهه، این دنیا زیاده که میتونه انجام بده. آمریکا یه جز ویتنامو شکست میده، ما بمانه. حالا حالا بمانه، بحث من این نیست. ببینید من یک بحث دیگه دارم انجام میدم. ببین سوال من را جواب بدید. دارم میگم دیگه، دارم این بقیه رو میگم. آره بفرما. آقای خامنه ای رو جواب بده که انجام داد. آقای اللهیاری ببینید، ما یک بار سال 67 که خواستیم یک چیز ندهیم مقابل نظام عربستان سعودی، خواستیم در مقابل مشرکین حرفی بزنیم به زبان مشرکین از شهید. اشتباه کردید شما. ببین در سال 67 تو در حال مشرک اگه به عمری میگفتی شما راضی میشدی؟ اجازه بدید شما در اولا در عربستان سعودی مشرکین نیست. شما که آمدید در مکه میخواهید تظاهرات کنید. اجازه بدید یک کلمه من حرف بزنم. بینندگان عزیز که شما برای بقی چی کار کردید؟ میگه ما سال 67 در علیه مشرکین در اونجا در عربستان تظاهرات کردیم. اولا اینا سال 67 بردن عکسای بزرگ آقای خامنه‌ای را برده بوده، خمینی را برده بوده، آقای خامنه‌ای شما بود اون موقع، خمینی را برده بودن، میخواستن روی دیوار کعبه بیندازن و اونجا در خود ساکهای حجاج ایرانی مواد منفجره زیادی گیر آمده بود و شما اصلا در حج خون شهدا پایمال نکنه. شما بگید، شما وسط حرف من اگر پریدی من قطع میکنم با دیگر برادر بود. بله میرم دکتر، دست شما بفرمایید. من اصلا شما رو هولد میگذارم. الان من شما رو کاری میکنم که شما صدای مرا بشنوید اما صدای شما مزاحم من نشود. بله خدمت شما به عرض برسانم که بینندگان عزیز، اینها سال 67 شما بر علیه مشرکین گفتید ما اونجا تظاهرات میکنیم، در مکه بر علیه امریکا، بر علیه مثلا انگلیس اینا تظاهرات میکنیم. برادر بود اون برای بقی نبود. سوال من اینه که شما برای بقی چی کار کردید؟ براءت از مشرکین واجب نیست، براءت از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام واجبه. آقای خمینی اجتهادش غلط بود، نمیدانید که براءت اون چیزی که براءت واجبه، براءت از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام در مکه مشرک نیست. در مکه فقط مسلمانان میان که به دور خانه خدا بچرخن، حج از جا بیاورن، اونجا مشرکی وجود ندارد که شما در مکه برید تظاهرات بر علیه مشرکین به جا بیاورید. اگر میخواید تظاهرات بر علیه مشرکین بجا برید هندوستان، اونجا مردم گاو پرستن بت پرستن، اونجا تظاهرات بکنید. در مکه مشرک وجود نداره. بله حالا شما، من بار دیگر سوال خود را تکرار میکنم. آقای خامنه ای در این 24 سال که رهبر جمهوری بوده، قبلش هم 8 سال رئیس جمهور بوده، برای بقی چیکار کرده؟ بفرمایید جواب بده. بفرمایید آقای اندرویدی جان، بفرمایید صحبت کنید، صحبت کنید، بفرمایید. الو بفرما. الان الو بفرما. چرا الو الو میگه؟ خب صحبت. آقای اندرویدی من اصلا بحث من شما میگی من نگفتم تو مکه مشرک وجود داره، گفتم مشرکین غالبا تو مکه. خب حتی کاری ندارم. شما برای بقی چی کار کردید؟ این حرفی ببینید، برای خدا من توضیح دادم خدمتتون دیگه. شما دو معادله یه مجهول. ببینید شما میگی جایی که هیچ نفوذی نیست چه کرده؟ خب ما بیام علی که حرف بزنیم تشنج رو دنیا اسلام که چی بشه. ما میایم از این ازای دیگه تشنج پیدا بشه. اونا کاملا قبور ایران رو خبر خراب کرده. اونا میگن که اونا تشنج، مسئول تشنج اونا هستن، قبور چهار ابر خراب کرده. شما خم به امرون ایارین که اینجا تشنج پیدا میشه. چرا ببینید شما خیلی جالبه، اون زمانی که شما در سوریه جنگ شیعه و سنی را انداختید، اونجا تشنج در جهان اسلام پیدا نمیشه؟ ما در شوی جنگ شیعه و سنی را انداختیم. چجوری توضیح میدین در تو موضوع؟ فعلا جنگ سوریه تبدیل شده از جنگ، بله اون کسانی که بر علیه بشار اسد میجنگیدن تبدیل شده به جنگ شیعه و عمری. واضح و روشن. خب الان خب شما چرا نمیرید سوریه بجنگید؟ الله یاری شیعه اونجا کشته میشه. من دادم، من دولت بشار اسد را دولت شیعه نمیدانم که من برم اونجا. ببینید شیعه ها کسی به بشار اسد من بار دیگر شما سوال برادر بزرگ، وظیفه من اینجا نیست با هر جاهل اینجا بحث بکنم. من شما یک سوال کردم برادر بزرگوار، مهم چرا میکنه برای بقی آقای خامنه ای چیکار کرده؟ بفرما. برای بقی کاری نشده، چون از اون معقد قبلی هم که ساخته شده بود باسه دست ایران بود، ایرانی ها بوده، ایرانیان خیر. اگه الان نشده بقی خامنه ای رو درست نکرده، برای بقی آقای خامنه ای چیکار کرده؟ ببینید آقای علی بس این میمونه، شما در یه جا رو با بتون ببندید بگی برو تو. خب وقتی که ببینید سخنرانی میشه، ما تو ایران جلسات زیادی داریم، حالا شما تشبیه ایران ببینید، ما اینقدر مباحث جلسات کار ندارم، دولت ایران سیاست آقای خامنه ای رو کار دارم. آقای خامنه ای به عنوان رهبر ایران، به عنوان رهبر ایران که امکانات زیاد در اختیارشه و تمام دولت ایران در مشت اوست، آقای خامنه ای برای بقی چیکار کرده؟ جلساتی که ما اون آقای خامنه ای نگذاشته اونا رو.
من میخوام بدونم دولت عربستان سعودی که دوست دارم کشوری که شما زندگی میخواید علاقه دارید بهش هست و دشمن 100% خونی و جانی کشور ماست، ما چگونه میتونیم بیاییم در موضوعی دخالت بکنیم که اگه کمتری حرفی بزنی از روابط ایزانتی داری میریزه به هم؟ حالا سوال شما رو من فهمیدم، سوال شما رو من جواب میدم. حالا قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، در رابطه با سوریه شما بر من انتقاد دارید که موقف من موقف درست نیست. شما بفرمایید چی پیشنهاد میکنید که من در برای سوریه موقف من اشتباهه؟ خب. او را من تصحیح بکنم. خدا رو شکر الحمدلله چه تونستیم خدا رو شکر هم شهر شما شهیدیم الحمدلله. خب در قضیه سوریه که بحث اصلی من هست، میخوام بدونم آقای الله‌یاری عزیز که یک شیعه 12 ماه استاد اشعری واقعا خیلی خوب هستن به اصطلاح، میخوام بدونم شما در قضیه سوریه که بچه 3 ساله شیعه رو به جرم شیعه بودن سر میبرن، چرا سکوت اختیار کردید، گیر دادید به جایی که یک ذری خراب شده؟ آخه این اسلام، این اسلام محمدیه الله‌یاری. بله. یعنی بچه کوچیک شیعه به خاطر اینکه نسل شیعه منقرض بشه کشته میشه. برادر بزرگوار من، شما پیشنهاد بکنید بفرمایید این موقف من باطله، راه حل شما چیست؟ من چیکار بکنم؟ چی پیشنهاد دارید؟ خب راه حل ندارم. شما به جای اینکه ببینید ببینید دشمنی که نمیگم، اختلاف ما با اهل تصوف سر جای خودش، حق بودن علی سر جای خودش، ولی الانی که امام سجاد در برای سربازان یزید دعا میکنه چون اسلام دفاع میکردن بر از قضیه کربلا، میخوام بدونم لعنت الله علیکم یا ایها الجماعه دجال. لعنت کنه جماعت دجال، که عقاید شما چقدر بر علیه شیعه گشته. بفرما موقف من. ببین وقت شما بی‌نهایت نیست، شما بگو که من چیکار بکنم مثلا به نظر شما. آقای الله‌یاری عزیز، من میگم 5 دقیقه تو برنامه‌تون به جای ایجاد اختلاف به قضیه سوریه پردازید. جوانان ما الان دارن اونجا کشته میشن، بچه‌های ایران هم که رفتن اونجا، بچه شیعه ها اونجا، شما نشستی تو لس آنجلس داری فقط شعار میدی، ولی اونایی که اونجا دارن بذار بگم آقای الله‌یاری، دیگه نمیشه اینجوری. من که ساکت شما میگی، حالا من میخوام من شما میپرسم که من چیکار بگم؟ این 5 دقیقه صحبت کن، پیشنهاد غیر شما برو سوریه آقای الله‌یاری، من هم یه پشت سرت. بفرما چی گفتین؟ پشو برو سوریه، من هم یه پشت سرت. چشم، اینم شنیدم. پیشنهاد شیعه علی اگه بری اونجا، اگه نری این اختلافی. آره دیگه پیشنهاد دیگه که ندارین؟ نه نداره. تو خیلی ممنون، خیلی متشکرم. دوستان عزیز بیننده میگن در سوریه بچه 3 ساله شیعه را کشتن، درست؟ در این دوستان عزیز، سوریه که بار اول نیست، سوریه که اولین جایی نیست که شیعیان را کشتن. و شما اگر فکر میکنین من درباره قضیه سوریه سکوت کرده ام، این حرف شما باطله. شیعیان را قبل از آن در پاکستان از 30 چند سال به خاطر انقلاب شما و به خاطر غلطکاری های آقای خمینی، شیعیان پاکستان را قتل عام میکنند و الا ماشاءالله بچه های 3 ساله را اونا مسلمان نیستند، اونا شیعه نیستند. من از آقای خامنه این منافق دجال میپرسم، اگر قضیه سیاسی نیست، منافع شخصی تو پایش در میان نیست، خب اونجا پاکستان اونا شیعه اند، تو چرا از 30 چند سال این اصلا این دجالی که اینجا زنگ زده، این اصلا از پاکستان خبر نداره. شیعیان پاکستان نفوسشان چی خدمت شما عرض کنم 20 برابرش شیعیان سوریه هست. سوریه یک کشور خیلی کوچیکیه، پاکستان 200 میلیون بیشتر نفوس داره، در این 200 میلیون 50 میلیون شیعه هست، 50 میلیون شیعه. اینها دارن 30 چند سال قتل عام میشن، مساجد نمیتونن برن، در حسینی ها نمیتونن برن، عزادسته های عزاداری سید الشهدا علیه السلام بر اکبار میبندن، علما شهید شدن، تجار شیعه را میکشند، مهندسین شیعه را میکشند در شهرهای مختلف تمام جاها، و سرمایه داران شیعه، هر کس از شیعه نخبه باشد، سرمایه دار باشد، دکتر باشد، طبیب باشد، خدمت شما عرض کنم تاجر باشد، عالم دین باشد، نویسنده باشد، در ژورنالیست باشد، شهید میشه، کشته میشه، مساجد را منفجر میکنند و بقیه کارها. شما حالا دوستان عزیز بیننده شاید شنیدید دیگر، یک مقدارش گفته میشه در روزنامه ها، بیشترش گفته نمیشود. در پارچنار همین چیطور، در کویت همینطور، در زمان طالبان در افغانستان شیعیان را قتل عام میکردن و قبل از طالبان همچنین گروه های وهابی شیعیان را قتل عام میکردن، گروه های اخوانی هم شیعیان را قتل عام میکردن. اونجا کجا بود خامنه ای؟
بچه 3 ساله شیعه فقط در سوریه کشته شده، بچه 3 ساله شیعه در افغانستان و پاکستان خیلی بیشتر از سوریه کشته شده. چرا آقای خامنه ای ساکته؟ چرا یک کلمه نمیگوید؟ یک ذره به اندازه سر سوزن کمک نمی کند؟ خب این نفاق دیگر. بلکه بالعکس با گروه های تروریستی، با گروه های نجس تروریستی دولت ایران ارتباط دارد. دوستان عزیز بینده، اینجا من عکس خامنه ای را داشتم که با مولوی سمیع الحق، مولوی سمیع الحق خامنه ای او را مهمان میکنه و با او احوال پرسی داره. اگر عکسش باشه اینجا، اگر بتونم نشان بدم. خب این رابطه با این، اما در رابطه با این که سوریه اینجا اولین جایی نیست، لذا این یک موقف کاملا منافقانه آقای خامنه‌ای از دولت بشار اسد حمایت میکنه، نه بخاطر اینکه او شیعه، بشار اسد اصلا شیعه بودنش معلوم نیست، بشار اسد علوی هست، علوی ها شیعه بودن اینا معلوم نیست، زیاد عقاید اینا زیاد معلوم نیست که ما حکم بکنیم اینا شیعه هستن. شیعیان درسته در سوریه اونا به زندگیشان به خطر افتاده کشته میشه، اما عدد اونا خیلی کمتر نسبت به شیعیان افغانستان و شیعیان پاکستان و حمایت از اونا لازمه، حمایت همون فقط شیعیان جایی که شیعه هستن. من به علوی ها کار ندارم، دولت بشار اسد هم کار ندارم، بله از اونا لازمه، جایی به دست من برسد من به اونا کمک میکنم، اما این که من برم سوریه، بله برادر عزیز من حمایت از دولت بشار اسد را وظیفه دینی خود نمیدانم و اونجا منفعتی هم برای شیعه من نمیبینم که من از دولت بشار اسد حمایت بکنم. درسته بشار اسد از وهابی ها بهتر، اما مستحق این نیست که من برم از برای او شمشیر به دست بگیرم و جهاد بکنم. اما راجع به این که بقی شما گفتید که بله اونجا 2 تا زری خراب شده دیگه، ما نمیتونیم از برای اون در عالم اسلام ایجاد تشنج بکنیم. عجب بی غیرتی. اینجا در سوریه جنگ شیعه و عمری را انداختند، بله، و اونجا وحدت بین المسلمین، اونجا اتحاد و یک پارچگی بین مسلمان اونجا اصلا مطرح نیست، چون اونجا چیه؟ منافع آقای خامنه ایه، چون خودش میدانه بشار اسد سقوط بکنه بعدش فرداش نوبت ایران را ساقط میکنه. اما در عربستان سعودی اونجا نه نه نه، اونجا برای ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چون ایجاد تشنج میشود. بله. پس دوستان عزیز بیننده، شما دیدید که من از این شخص پرسیدم، چند مرتبه پرسیدم که آقای خامنه ای برای بقی چی کار کرده؟ یک کار نکرده برای بقی، بازسازی قبور ائمه علیهم الصلاة والسلام. من بقی زیاد رفتم بینندگان عزیز، در اونجا شما برید به حال زوار شیعه و ایرانی بالخصوص، چون ایرانی از دور معلومه، گیریتان میگیره. اینقدر وهابی ها به اونا توهین میکنن، اینقدر میاد با سیلی میزنن، بله شوهر را جلو خانمش با سیلی میزنن نامرده، که خاموش باش اینجا گریه نکن برای ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام. اینقدر اونا را ذلیل میکنن، یعنی شیعیانی که بقی میروند مانند خلاصه، مانند برده، مانند غلام، مانند یک مجرم اونجا سرفگنده در پیش 4 تا وهابی که خودشان بدترین مشرک هستند و اونها قبور ائمه علیهم السلام خراب کردن، اونجا آمدن صندلی گذاشتن، اونجا قرار نشستن، به شیعیان نگاه میکنن که یک کسی بلند گریه نکنه. این ملعون خامنه ای، بله میگه، بعد این ملعون اینجا زنگ زده میگه که یک تا زری اونجا خراب شده. ملعون، اگر غیرت دینی داشتی میدانستی که بله این وهابی عربستان سعودی چی چیزیه که بتونه قبور ائمه علیهم السلام رو خراب بکنه؟ این همه شیعه در دنیا، این همه شیعه در خود عربستان سعودی، و لازم نیست که اونجا جنگ بشه. اگر لازم باشه جنگ هم میکنیم برای بازسازی قبور ائمه علیهم الصلاه والسلام، اما لازم نیست. یک کمی فشار بیاد بر دولت عربستان سعودی، اینا خیلی ترسو هستن، اینا انجام میدن، اجازه میدن که قبور دوباره حرم دوباره بازسازی بشه، یک کمی فشار بیاد. اما این آقای خامنه ای اصلا به این فکر، این اصلا خودش ناصبیه، خودش وهابیه، این ملعون به اون فکرها نیست، این خودش اخوانیه، این ملعون که قبور ائمه علیهم الصلاه والسلام در بقیع بازسازی بشه. اگر می بود، اگر به این فکر می بود، درد مذهب داشت، درد 12 امام علیهم الصلاه والسلام داشت، در این 40 سال یک، در این 30 سال یک
کاری انجام میداد. میگه ما در ایران جلسات داریم. خب من میگم دولت ایران چیکار کرده؟ شما یک روز هیئت وزرا را فرستادید، یک روزی مثلا جلسه رسمی برای روز نه از این که شیعیان را گول بزنید، نه واقعا به خاطر اینکه عربستان بترسه سرش فشار بیاد گذاشتید، یک روزی که برای روز راه پیمایی جهانی برای بازسازی قبور ائمه علیهم السلام در بقیع گذاشتید، نه. بعد میایی میگی که اونجا یک ذریح. خب اون ذریح قبله ما هست، اون ذریح کعبه ما هست، ذریح چهار امام، امام زین العابدین علیه السلام اونجا، امام مجتبی علیه السلام اونجا تشریف دارن، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، بنابر احتمالات قبر حضرت زهرا سلام الله علیها در بقیع هست و قبر حضرت ام البنین سلام الله علیها و خیلی از امام زاده ها و خیلی از نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم و اهل بیت اطهار علیهم الصلاة و السلام. دوستان عزیز، این خامنه ای هست با رهبر طالبان مولوی سمیع الحق. ملا عمر شاگرد این مولوی سمیع الحق، ببین ملا عمر شاگرد مولوی سمیع الحق هست. بله این دیدید، این مولوی سمیع الحق رئیس مدرسه حقانی، رهبر طالبان و استاد ملا عمر با خامنه ای روبوسی میکرد. بعد اینها آمدن دم از این میزنه که ما با وهابیت میجنگیم در سوریه. سوریه قضیهش قضیه مذهب نیست، شما تبدیل کردید اون را، شیعان را درگیر کردید با وهابی ها. قضیه سوریه قضیه سیاسی هست. شما اگر درد مذهب داشتی، خامنه ای با رهبر طالبان مولوی سمیع الحق روبوسی نمی کرد. بله من بار دیگر براتون نشان میدم دوستان عزیز. این مولوی سمیع الحق، مولوی سمیع الحق با خامنه ای. بله شما بعد میگید که ما بر علیه طالبان هستیم، این طالبانی که این همه شیعه را هر روز میکشد. شما بر علیه وهابیت نیستید، دروغ میزنید. شما با وهابیت ارتباط دارید.